الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرح كتاب شکننده های اسلام بسم الله الرحمن الرحیم بدون که نواقض یعنی شکننده های اسلام ده تا است برای چه عالمان کتاب هایشان را و بسم الله شروع میکنند یکم از روی پیروی کردن به کتاب عزیز و انبیا و رسولان علیهم السلام دوم از روی انس گرفتن به حدیثی هر کی با اهمیت و اگر چی ضعیف است. سوم از روی پیروی به علمان گذشته رحمه الله. چهارم از روی تبرک ابتدا به نام الله تعالی نمودن. هرگاه عدد در قرآن و سنت ذکر شود. یکم هرگاه در آیت های قرآن و سنت از این عدد بیشتر نیابیم برای این عدد مفهومی است. یعنی از آن زیاد نمی گردد مانند ارکان اسلام و ایمان همان گونه که در حدیث جبریل علیه السلام آمده است دوم اگر در آیات های قرآن و سنت بیش از این عدد یافتیم برای این عدد مفهوم خاص نیست یعنی بر آن به آن چیزی که در قرآن و سنت آمده است زیاد کرده می شود مانند فرموده او صلی الله علیه و سلم پنج چیز از فطرت است و فرموده او از هفت هلاک کننده بپرهیزید. برای چی گاه و عدد ذکر می شود و برای آن مفهوم نیست؟ این از تعلیم نکوی پیامبر صلی الله علیه و سلم. سوال برای چی گاه و عدد ذکر می شود و برای آن مفهوم نیست؟ جواب این از تعلیم نکوی پیامبر صلی الله علیه و سلم می باشد. به حیثیتی که از شنونده خواهان حفظ آن چیزی که در این مجلس ذکر می شود می باشد. و تا که بیاد آوردن این مسئله ها بعدی زمان آسان شود. مانند فرمیده او صلی الله علیه و سلم بر سه چیز سوگند یاد میکنم و برای شما حدیث میگویم پس آن را حفظ نمایید. مال بنده از صدقه دادن کم نمی شود و مؤلف رحمه الله به این رویش رفته است. سوال برای چی شکننده ها را می آموزیم؟ جواب تا که از آن دوری نماییم و در آن واقع نشویم و در آن فایده های بزرگی هست بلکه آن از فایده آورده ترین فایده ها است همچنان که شکننده های وضو را می آموزیم تا که وضو اما نشکند و باطل کننده های نماز را می آموزیم تا که نمازمان باطل نشود از حذیفه ابن یمان رضی الله عنه روایت است که گفت مردم رسول الله صلی الله علیه و سلم را از خیر می پرسیدند و من او را از کار شر می پرسم از روی ترس اینکه مرا درک نکند. سوال ناقضات یعنی شکننده های اسلام چیست؟ جواب آن فاسد کننده های اسلام است و آن چیزی است که انجام دهنده آن از دایره اسلام خارج می شود و به دایره کفر اکبر وارد می شود. و اسلام همان برای الله با توحید کاملا تسلیم شدن و برای او به طاعت سرفرو آوردن و از شرک و مشرکان بیزاری جستن می باشد. یکی معنای آن چیزی که به سبب انجام آن مسلمان از دایره اسلام خارج می شود و در دایره کفر اکبر داخل می شود از الله عافیت و سلامت ماندن را می طلبیم. دوم چرا عالمان گاه آن را نواقص و گاه فاسد کننده یا باطل کننده می گویند. این اسباب گوناگونی است تا که طالب علم خسته نشود وگرنه معنای همه آن یک است. پس گفته می شود شکننده های اسلام و وضو و باطل کننده های نماز و فاسد کننده های روزه. سوم آیا عالمان بر این نواقص اتفاق دارند؟ بله. چهارم آیا آن به عدد حصر شده است؟ نه. حصر شده نیست و برای چی آن را ده تا گفته است یعنی از خطرناکترین آن هاست تا که حفظ شود آیا ممکن است که نواقص را با طور مجمل فرا گرفت جواب یکم نواقص قولی و از جمله آن دشنام دادن الله یا رسول صلی الله علیه و سلم یا دین است دوم ناقص عملی
و از جمله آن سحر است. سوم ناقض اعتقادی و از جمله آن اعتقاد قلبی، اعتقاد جلب فایده ها از غیر الله تعالی است. چهارم ناقض شک، شک کردن در کفر یهود، شک کردن در کفر یهود و نصارا که دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم به آنان رسیده و به آن ایمان نیاورده اند. سوال: آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم این ده ناقض را ذکر کرده است و دلیل آن چیست؟ جواب: بله، تمام این نواقض را پیامبر صلی الله علیه و سلم ذکر کرده است، بلکه هر ناقض دلیل از قرآن و سنت دارد. الله تعالی می فرماید و اینچنین آیات را به تفصیل بیان میکنیم و تا راه مجرمان و گناهکاران آشکار گردد. سوال: کسی ناقض را مرتکب شد یا کسی او را دید یا از آن آگاه شد، او را حکم به کفر میکند؟ جواب: نه، بلکه در کافر حکم کردن شخص معین به عالم ربانی و محکمه های شرعی مراجعت شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید هر شخص به برادرش بگوید ای کافر، پس به تحقیق کفر بر یکی از این دو بر می گردد. سوال: کی در موضوع نواقص کتاب تألیف کرده است؟ جواب: هر عالمی که در موضوع فسق تألیف کرده است در باب حکم مرتد نواقض را ذکر کرده است، لیکن مؤلف رحمه الله نخستین شخص است که به طور کتاب مستقل آن را تألیف نموده است. آیا در نواقض بین فعل و فاعل آن فرق گذاشته می شود؟ جواب: بله، به ضروری است، زیرا هر کسی که در کفر واقع شد کفر بر او واقع نمی شود و در حکم به کفر کردن شخص معین قیام حجت و نبودن شبهه ضروری است. و مقصد مؤلف رحمه الله به کفر کردن شخص معین نیست، بلکه مقصد از نواقص حذر کناندن است و این از باب نصیحت امت می باشد. بر کسی که نواقص را آموخته است چی لازم و شایسته است؟ برای مسلمان شایسته است که از این نواقض حذر نماید و بترسد و از آن حذر کناند. اما حکم کردن بر شخصیت ها پس در این حکم به عالمان ربانی و محکمه های شرعی مراجعت کرده می شود. الله تعالی می فرماید یقیناً پیامبر از میان خودتان به سویتان آمد که رنج های شما بر او دشوار و گران است و بر هدایت شما سخت اصرار دارد و نسبت به مؤمنان رؤوف و مهربان است. پس اگر روی برگردانند بگو الله برای من کافی است، هیچ معبودی بر حق جز او نیست، بر او توکل کردم و او پروردگار عرش عظیم است.